در خدمت شما هستیم با بخش ششم از آموزش تئوری و عملی کنترل پیشبینی مدل با استفاده از نرم افزار MATLAB. در این فصل قراره که به بحث خیلی مهم تنظیم پارامترهای کنترل پیشبینی مدل بپردازیم. همطور که میدونید به دلیل حل مسئله مقید و برخورد مهندسی با مسئله تأخیر و همینطور کاربرد در سیستم های چند متغیر کنترل پیشبین مدل به یک استراتژی خیلی مهم در صنعت تبدیل شده. خب الگوریتم MPC هم مانند سایر الگوریتم ها دارای یه سری مجموعه پارامتری هست که در صورتی که این پارامترها به درستی تنظیم بشن ما میتونیم انتظار کارکرد درست و صحیح رو داشته باشیم. پارامترهای MPC همونطور که در شبیه‌سازی قبلی دیدیم شامل افق مدل، افق کنترل و افق پیشبین، ضرایب ردیابی و ورودی R و Q و زمان نمونه برداری هستش. البته کنترل پیشبین مدل میتونه پارامترهای دیگه ای هم داشته باشه. ما در اینجا به 4 مورد از مهمترین پارامترهای کنترل پیشبین مدل میپردازیم. همونطور که در جلسات قبلی بررسی کردیم در واقع مسئله کنترل پیشبینی مدل به این صورت هستش که در گام اول ما پیشبینی رفتار آینده سیستم در طول افق پیشبین رو با استفاده از مدلی که برای فرایند در نظر گرفتیم رو به دست میاریم، سپس یک تابع معیار به عنوان هدف بهینه‌سازی در نظر میگیریم و سپس سیگنال کنترلی بهینه رو در طول افق کنترل با حل مسئله بهینه‌سازی یعنی حداقل سازی تابع بهینه به دست میاریم و در گام آخر هم طبق قاعده رزیدینگ هورایزون ما اولین نمونه از سیگنال کنترلی بهینه رو به سیستم اعمال میکنیم و در ایتریشن یا در گام بعدی دوباره فرایند 1-4 انجام خواهد شد. به صورت بیان ریاضی 4 گام رو میتونیم به این صورت نشون بدیم. در واقع میخوایم تا به هزینه مجموع مربعات خطا به علاوه مجموع مربعات نمو به سیگنال کنترلی که با ماتریس های R و Q وزن دهی شدن رو مینیمایز کنیم، به صورتی که سیگنال کنترلی بین حد UMIN تا UM ماکسیموم باشه و همینطور خروجی بین YMIN تا YMAX باشه. خب هر کدوم از این مراحلی که ذکر کردیم برای یه سری پارامتر هستن که انتخاب مناسب اون پارامترها میتونه بر پیشبینی یا بر بهینه سازی و همینطور اعمال سیستم به اعمال اولین سیگنال کنترل به سیستم اثر بگذاره. برای مثال به تنظیم افق مدل میپردازیم. منظور از افق مدل تعداد نمونه هایی از پاسخ پله و ضربه سیستم هست که برای پیشبینی رفتار آینده سیستم استفاده میشه. خب افق مدل بیشتر در الگوریتم DMC و MAC که ما با یک مدل پارامتری از سیستم سر و کار داریم کاربرد داره. در صورتی که پاسخ ضربه و پله سیستم در واقع محدود باشه و به بیان دیگه اگه ما با سیستم های پایدار و بدون انتگرالگیر سر و کار داشته باشیم، پس میتونیم افق مدل رو بر اساس زمان نشست سیستم در نظر بگیریم. پس در قدم اول ما بر اساس اینکه از الگوریتم DMC یا از الگوریتم MAC استفاده می‌کنیم ما پاسخ پله یا پاسخ ضربه سیستم رو به دست میاریم و سپس بر اساس ستلینگ تایم پاسخ پله یا پاسخ ضربه ما میتونیم افق مدل رو به دست بیاریم. خب در صورتی که افق مدل کوچک در نظر گرفته بشه، مثلا پاسخ ضربه رو اگه ما در نظر بگیریم و اگه افق مدل رو برابر 1 در نظر بگیریم، درنچه ما فقط این قسمت از پاسخ ضربه رو به عنوان دینامیک سیستم در نظر گرفتیم. درنچه ممکنه ما در پاسخ سیستم حلقه بسته ممکنه رفتارهای نامناسبی رو در پاسخ خروجی ببینیم. و در صورتی که افق مدل خیلی زیاد در نظر گرفته بشه ممکنه باعث افزایش بیروی محاسبات سیستم و همینطور خطاهای محاسباتی میشه. به صورت شبیه‌سازی هم ما میتونیم تاثیر افق مدل رو بررسی بکنیم. برای مثال برمیگردیم به برنامه DMC که قبلا نوشتیم، اینو کپی میکنیم داخل فصل ششم، فصل تنظیم پارامترهای کنترل پیشبینی مدل. خب این برنامه‌ای که در فصل دوم یعنی کنترل پیشبینی مدل DMC یا Dynamic Matrix Control نوشتیم. خب ما در اینجا افق مدل یعنی N رو به صورت صحیح بر اساس سترینگ تایم سیستم در نظر گرفتیم.
خب این برنامه رو که قبلا نوشتیم اجرا میکنیم. البته برای اینکه زمان شبیه سازی کمتر بشه ما میتونیم از حل بسته DAU استفاده بکنیم به جای اینکه از تابع بهینه‌ساز افینکان استفاده بکنیم. خب پس این قسمت ها رو کامل میکنم و از DAU که به صورت فرم بسته است استفاده میکنیم. خب همینطور قسمت رسم تابع هزینه با توجه به اینکه ما از تابع بهینه‌ساز استفاده نمیکنیم این قسمت هم کامل میکنیم. خب همونطور که مشاهده میکنیم با افق مدل 73 ما پاسخی که به دست آوردیم به این صورت هستش. خب در صورتی که ما افق مدل رو کمتر در نظر بگیریم از مقدار مطلوب، در واقع اینو اگه ما برابر 10 در نظر بگیریم پاسخ زرد رنگ رو خواهیم داشت. در واقع ما اگه پاسخ پله سیستم رو در نظر بگیریم پاسخ پله سیستم به این صورت هستش که با افق مدل 10 و زمان نمونه برداری 1/10 در واقع به این معنی است که ما تا ثانیه 1 از این سیستم رو در نظر گرفتیم. یعنی ما فقط این قسمت از سیستم رو، این قسمت از پاسخ پله سیستم رو به عنوان دینامیک سیستم در نظر گرفتیم که در واقع تقریب کاملا غیر منطقی و غیر قابل قبولی برای دینامیک سیستم هستش. در واقع وقتی که سیگنال ورودی به صورتی باشه که خروجی سیستم شبیه ادامه پاسخ پله باشه، یعنی بعد از ثانیه 1، در نتیجه ما رفتارهای غیر منتظری رو از پاسخ خروجی سیستم خواهیم داشت که این رو در پاسخ سیستم هم میتونیم ببینیم. همونطور که مشاهده میکنید ما تغییرات ناگهانی و نوسانات غیر قابل قبولی رو در پاسخ سیستم میبینیم و همینطور این رو میتونیم برابر 20 در نظر بگیریم. همونطور که مشاهده میکنید هرچی این بیشتر میشه در واقع نوسانات سیستم هم کمتر خواهد شد. خب پاسخ سیستم به ازای مقدار بهینه، یعنی مقدار بهینه این که بر اساس زمان نشست به دست اومده به این صورت است. خب اگه ما این بهینه که برابر 73 این رو از این مقدارم بیشتر در نظر بگیریم، در واقع اینجا یه مشکلی پیش اومده، این که خط 24، خب اگه اینو 100 در نظر بگیریم باید TF رو بیشترش بکنیم. یه بار دیگه از اول شبیه سازی رو انجام میدیم. با این بهینه ما این پاسخ رو داریم و با این 100 پاسخی به دست میاد به این صورت است. همونطور که مشاهده میکنین بین دو حالت N بهینه و N مساویس با 100 تفاوت چندانی وجود نداره. تنها تفاوت این دوتا در محاسبات در میزان پیچیدگی محاسبات و زمان شبیه سازی است. که هرچه N رو زیاد میکنیم خب طبیعتاً ابعاد ماتریس ها بالاتر خواهد رفت و ضرب ماتریس ها و همینطور معکوس گیری ماتریس ها با خطای بیشتری انجام خواهد شد و همینطور نیاز به زمان بیشتری خواهد داشت. پس بهترین انتخاب با توجه به زمان نشست سیستم هستش که پاس پلی سیستم رو اینجا رسم می‌کنیم و ستلینگ تایم سیستم رو به عنوان معیاری برای انتخاب افق مدل در نظر می‌گیریم. برای مثال اینجا افق مدل ستلینگ تایم 7.27 است که با توجه به زمان نمونه برداری 1/10، پس افق مناسب 72.7 هست که به بالا روند می‌کنیم و 73 در نظر می‌گیریم. افق مدل رو به حالت بهینه برمیگردونم. خب پارامتر دیگه کنترل پیش بینی مدل نرخ نمونه برداری یا زمان نمونه برداری هستش که با توجه به اینکه کنترل پیش بینایی که ما باش سر کار داریم اغلب از مدل گسسته سیستم استفاده میکنه و از طرفی ما در عمل بیشتر با سیستم های پیوسته سر و کار داریم، پس نیاز هست که در مراحل اولیه ما سیستم پیوسته رو به گسسته تبدیل بکنیم که تبدیل از حالت پیوسته به گسسته و کاملا وابسته به زمان نمونه برداری است. پس انتخاب زمان نمونه برداری تأثیری مهمی بر روی گسسته سازی سیستم پیوسته داره. و همینطور
بزرگ در نظر گرفتن زمان نمونه برداری ممکن است منجر به از دست رفتن بخشی از دینامیک سیستم بشه و همینطور خیلی کوچک در نظر گرفتنش ممکنه باعث افزایش بیهوده محاسبات و خطای محاسباتی بشه. خب نکته دیگه ای که از با توجه به این که ما فرض کنیم که کنترل پیشبینی مدل رو میخوایم به صورت سخت افزاری و عملی پیاده سازی بکنیم، خب اغلب زمان نمونه برداری توسط سخت افزارها و کارتای دیتا اکویزیشنی که داریم محدود خواهد شد. پس طبق یک قرارداد و در واقع قراردادی که اغلب به صورت تجربی به دست اومده، نرخ نمونه برداری و اغلب 10 برابر بزرگترین محتوای فرکانسی پاسخ ضربه در نظر میگیریم. در واقع ما ابتدا ثابت زمانی سیستم، مثلا برای سیستم های مرتبه اول ثابت زمانی سیستم رو به دست میاریم و نرخ نمونه برداری 1/10 ثابت زمانی ده یا فرکانس نمونه برداری 10 برابر بزرگترین محتوای فرکانسی پاسخ ضربه در نظر میگیریم. برای مثال فرض کنید که پاسخ پله به این صورت است. فرض کنید که اگه ما زمان نمونه برداری و برابر 1 ثانیه در نظر بگیریم، در نتیجه ما هر 1 ثانیه 1 نمونه از این پاسخ رو بر میداریم. پس در ثانیه اول 1 دونه، بعد در ثانیه 1، بعد در ثانیه 2، بعد ثانیه 3 و همینطور ثانیه 4، ثانیه 5 و ثانیه 6. خب همونطور که مشاهده میکنید، ما با دانستن نقاط قرمز رنگ در واقع ما میتونیم تقریبا یه تقریبی از دینامیک سیستم رو به دست بیاریم. حداقلش میتونیم متوجه بشیم که ما میتونیم سیستم رو به صورت یک سیستم مرتبه دوم نوسانی میراشونده مدل بکنیم. اما در صورتی که زمان نمونه برداری رو بیشتر بکنیم، یعنی زمان نمونه برداری رو 2 ثانیه در نظر بگیریم، در این صورت هر 2 ثانیه ما 1 نمونه از پاسخ پله بر میداریم. خب زمان 0 که برداشته میشه، بعد زمان 2، بعد زمان 4، بعد زمان 6 و همینطور 8. همطور که مشاهده میکنید، در واقع ما اگه زمان نمونه برداری 2 ثانیه در نظر بگیریم، ما در واقع دید کمتری نسبت به رفتار سیستم خواهیم داشت. پس در صورتی که زمان نمونه برداری بیشتر بزرگ در نظر گرفته بشه، ممکنه بخشی از دینامیک سیستم رو ما در پیشبینی سیگنال های آینده سیستم ممکنه لحاظ نکنیم و به پیشبینی مناسبی از رفتار سیستم دست پیدا نکنیم. و به تبع هرچه زمان نمونه برداری کمتر در نظر گرفته بشه، ما به تقریب خیلی بهتری از رفتار سیستم میتونیم برسیم. و البته باید این نکته هم در نظر بگیریم که در صورتی که زمان نمونه برداری رو کوچک در نظر بگیریم، در این صورت محاسبات ریاضی بیشتر خواهد شد و ممکنه که خطاهای محاسباتی زیادی وارد سیستم حلقه بسته بشوند. اما به صورت قراردادی نرخ نمونه برداری اغلب 10 برابر بزرگترین محتوای فرکانسی پاسخ ضربه در نظر گرفته میشه. برای مثال میخواهیم برای این سیستم، یعنی برای سیستم S به علاوه 1 تقسیم بر S2 به علاوه S به علاوه 2، ما میخواهیم زمان نمونه برداری مناسب رو به دست بیاریم. خب چون ما بزرگترین محتوای فرکانسی پاسخ ضربه رو میخواهیم، خب طبیعتاً باید از FFT مطلب استفاده بکنیم. در واقع FFT مطلب میاد پاسخ ضربه سیستم رو تبدیل به مؤلفه‌های فرکانسیان میکنه و دامنه هر کدوم از این مؤلفه‌ها میزان نقش اون فرکانس رو در ساخت پاسخ ضربه نشون میده. خب خروجی FFT Y هستش که در حالت کلی ضربه مختلفی هستن و ورودیش هم X و N هست. در اینجا یک مثال هم از دستور FFT مطلب میبینیم که یک سیگنال سینوسی با 2 فرکانس 50 هرتز و 120 هرتز رو داریم که با فرکانس 1000 هرتز و طول 1000 سمپل سیگنال S رو میسازیم و یک سیگنال نویز هم به این سیستم اضافه میکنیم. خب سیگنالی که داریم به این صورته. ما میدونیم که سیگنال اصلی جمع 2 تا سینوسی با فرکانس 50 و 100 هست. از روی
مشاهده کردن پاسخ در حوزه زمان ما هیچ نمیتونیم متوجه وجود فرکانس 50 و 120 بشیم، اما در صورتی که از FFT استفاده بکنیم و نمودار FFT رو مشاهده کنیم میبینیم که در فرکانس 50 و 120 ما دو تا پیک داریم که نشون میده که بخش اعظم این سیگنال حوزه زمان از دو تا سینوسی با فرکانس 50 و 120 درست شده. خب من این قسمت رو کپی میکنم. و این برنامه رو به اسم FFT Impulse Response ذخیره میکنیم. خب ابتدا بردار زمانی رو تشکیل میدیم و H که در واقع پاسخ ضربه سیستم با دستور Impulse سیستم و T محاسبه میکنیم و سیستمی هم که داریم TF S به علاوه 1 تقسیم بر S2 به علاوه S به علاوه 2 هست. خب پس به این ترتیب H به دست میاد، از H FFT میگیریم. خب با توجه به این که دستور FFT ما FFT در واقع دابل رو رسم میکنه و در واقع FFT دو طرفه رو رسم میکنه، با استفاده از دستورات خط 9 تا 11 تبدیل به FFT در واقع یک طرفه میکنه. طول L هم باید مشخص کنیم که در واقع L برابر تعداد المان های H هست و همینطور FS هم باید مشخص کنیم که FS برابر زمان نمونه برداری هست. خب نمودار FFT پاسخ ضربه رو مشاهده می کنیم. ما برای اینکه پیک فرکانس رو بهتر ببینیم اینجا میتونیم محدوده X رو تنظیم بکنیم، از 0 تا 1/10 رو به ما نشون بده، در واقع 2/10. حالت اینجا با توجه به اینکه FS فرکانس نمونه برداری هست، در واقع FS در واقع اگه بخوایم زمان نمونه برداری 1/100 بشه FS رو باید برابر 100 در نظر بگیریم. خب نمودار FFT به این صورت است و محدوده رو ما بر روی 0 تا 1 تنظیم میکنیم. همطور که مشاهده میکنین FFT پاسخ ضربه در فرکانس 22/100 در یه پیک است. پس بزرگترین محتوای فرکانسی پاسخ ضربه این سیستم 22/100 است. پس برای این سیستم با توجه به اینکه بزرگترین محتوای فرکانسی برابر 22/100 هست، پس 10 برابر این رو به عنوان زمان فرکانس نمونه برداری سیستم حلقه بسته در نظر میگیریم. پس زمان نمونه برداری یا تایم سامپلینگ برابر 1 تقسیم بر 22/100 ضرب در 10 هستش. با این انتخاب TS که برابر 455 10000 ثانیه هست، ما هر 455 10000 ثانیه از پاسخ پله سیستم نمونه گیری انجام میدیم. این قسمت دوباره تکرار میشه. پس با این انتخاب TS که برابر ممیز 45 10000 ثانیه هست، ما هر در واقع 4500 ثانیه از پاسخ پله سیستم نمونه گیری انجام میدیم. در واقع ما هر 45 ثانیه از سیستم یه نمونه گیری انجام میدیم که در واقع با این انتخاب ما میتونیم به یک تقریب معقول از تخمین دینامیک سیستم برسیم. خب پس نرخ نمونه برداری هم در واقع به صورت 10 برابر بزرگترین محتوای فرکانسی پاسخ ضربه سیستم در نظر گرفته میشه. و یکی دیگه از پارامترهای دیگه کنترل پیشبینی مدل افق پیشبینی و افق کنترل هست. خب اگه حد پایین افق پیشبینی مقدار بزرگی انتخاب بشه به این معنی است که خطا در زمانهای اولیه مهم نیست و این باعث کند شدن پاسخ سیستم در حالت گذرا میشه، و در صورتی که افق پیشبینی کوچکتر از میزان تأخیر باشه این صورت تأثیری در بهینه‌سازی نخواهد داشت و همینطور
افق کنترل هم در واقع با توجه به اینکه تعداد متغیرهای تصمیم تابع هزینه رو مشخص میکنه، درجه آزادی کنترل کننده است و حداکثر میتونه برابر با افق پیش بینی باشه و برای سیستم های پایدار هم حد پایین 1 رو دارن. خب TSR یا زمان نمونه برداری، برمیگردیم به حالت اولیه که نوشتیم، ما این پاسخ رو داریم. خب فرض کنید که بخوایم برای یک سیستم تأخیردار از الگوریتم DMC استفاده بکنیم. خب سیستم تأخیردارمون رو به این صورت می‌نویسیم. متغیر تابع تبدیل رو زد به توان منهای 1 در نظر میگیریم. خب این خط رو اجرا میکنم و سیستم رو بر روی کامند ویندو نشون میدم. همطور که مشاهده میکنید سیستمی که ما باش سر کار داریم داره تاخیر 2 ثابت زمانی هستش، در واقع با توجه به تاخیر 2 نمونه ای هستش. با توجه به اینکه ما TS رو برابر 1/10 در نظر گرفتیم، پس تأخیر سیستم برابر 2/10 هست. خب پاسخ بله سیستم در این قسمت به دست میاد و با توجه به اینکه سیستم اولی به صورت گسسته هستش، ما نیاز به گسسته سازی نداریم، پس این قسمت رو کامن میکنیم و در ادامه هم باید فرمول YI رو دوباره بنویسیم. طبق سیستمی که تعریف کردیم ما میتونیم فرمول آپدیت YI رو به دست بیاریم. در واقع YI برابر 2/10 ضرب در YI منهای 1 به علاوه UI منهای 2 منهای نیم ضرب در UI منهای 3 است. و همینطور افق پیش بینی رو برابر 5 و افق مدل رو برابر 4 در نظر میگیریم. خب در واقع تا اینجا که ما الگوریتم های پیش بینی مدل رو نوشتیم، در واقع ما حد پایین افق پیش بینی رو برابر 1 و حد بالا رو برابر پی در نظر گرفتیم. میخوایم نشون بدیم که در صورتی که حد پایین افق پیش بینی کمتر از تأخیر باشه، تأثیری بر روی بهینه سازی نخواهد داشت. خب به همین دلیل ما N1 یا حد پایین پیش بینی رو فعلا برابر 1 در نظر میگیریم و N2 یعنی حد بالای پیش بینی رو برابر 5 در نظر میگیریم. خب پس در ادامه باید بر حسب N1 و N2 ماتریس های G و H رو آپدیت بکنیم. خب پس اینجا به جای P باید از N2 استفاده کنیم. از اول تا آخر خط به جای P یا افق پیشبینی قبلی از N2 یا حد بالای افق پیشبینی استفاده می کنیم. خب جای دیگه P نداریم. خب بعد ماتریس G و H جدید هم باید بر اساس حد پایین و بالای افق پیشبینی باید بنویسیم. G در واقع در حالت جدید شامل سطر N1 تا سطر N2 است و H هم به همین صورت N1 تا سطر N2. خب با فرض حد پایین افق پیشبینی 1 و حد بالای 5 برنامه رو شبیه سازی می کنیم. خب با این فرایض ما به این پاسخ می رسیم، در صورتی که حد پایین افق پیشبینی رو برابر 2 در نظر بگیریم و برنامه رو اجرا کنیم، پاسخ جدید هم بر روی پاسخ قبلی نمایش داده میشه. همونطور که مشاهده میکنید نمودار آبی رنگ و نمودار زرد رنگ پاسخ سیستم در دو حالت N1 مساوی با 1 و 2 رو نشون میده. همونطور که مشاهده میکنید در دو حالت هیچ تفاوتی بین دو تا پاسخ نیست، چرا که تأخیر این سیستم، اگه ما سیستم رو ببینیم، این سیستم داره تأخیر 2 واحدی است. پس به ازای حد پایین افق پیشبینی کمتر و مساوی 2، ما هیچ تفاوتی در پاسخ خروجی نخواهیم داشت. برای مثال
فرض کنید که تأخیر سیستم رو 3 واحدش می‌کنیم. در این صورت اگه این خط رو با دستور F9 اجرا کنید و سیستم رو نشون بدیم، همونطور که مشاهده می‌کنید تأخیر سیستم 3 واحد هست و همینطور در خط 49 باید سیستم رو دوباره آپدیت بکنیم و همینطور این هم باید از 5 شروع بشه. اگه از 4 شروع بشه اندیس USF به ازای IMSize با 4 اندیس USF میشه که مطلب خطا میگیره. خب در این حالت هم به ازای n مسایز با 1 ما برنامه رو اجرا میکنیم، ما این پاسخ رو داریم، به ازای n مسایز با 2 این پاسخ و n مسایز با 3 این پاسخ. همونطور که مشاهده میکنید بازم با توجه به اینکه n1 یعنی حد پایین افق پیشبینی کمتر و مساوی تأخیر سیستم، ما هیچ تفاوتی بین پاسخ خروجی نداریم و همینطور میتونیم با n یعنی افق کنترل هم بازی بکنیم و به صورت شبیه سازی تاثیر M رو ببینیم. همونطور که عرض کردیم M در واقع تعداد متغیرهای تصمیم تابع هدف هستش و هرچی M رو زیادتر میکنیم در نتیجه تعداد در واقع درجه آزادی بهینه ساز بیشتر خواهد شد و امکان دستیابی به یک سیگنال کنترلی بهینه برای الگوریتم های بهینه ساز بیشتر خواهد شد. به ازای N مساویس با 2 ما این پاسخ رو داریم، به ازای M برابر 3 این پاسخ و n برابر 4 این پاسخ داریم. همونطور که مشاهده میکنید هرچی ما افق کنترل رو بیشتر میکنیم پاسخ سیستم سریعتر میشه و خطای پیشبینی کمتر خواهد شد، به طوری که نمودار آبی رنگ مربوط به افق کنترل 2، زرد رنگ افق کنترل 3 و سبز رنگ افق کنترل 4 هستش که به ترتیب سرعت سیستم بیشتر میشه. و همینطور ما ضریب ورودی هم داریم، کیو و آر داریم که ضرایب در حالت کلی ماتریس های قطری هستن که اهمیت گذاری نسبی بین خطای پیشبینی در طول افق پیشبینی و همینطور اهمیت گذاری نسبی بین دامنه سیگنال کنترلی یا نمو به سیگنال کنترلی در طول افق پیشبینی رو نشون میده. در اغلب مواقع پارامترهای ماتریس های R و Q با هم ترکیب میشن و در تابع بهینه ساز به جای Q از در واقع با ترکیب این دوتا از ضریب لامدا به عنوان ضریب ورودی استفاده میکنن. در واقع در اینجا ما اگه R و Q رو به صورت اسکالر در نظر بگیریم در نتیجه میتونیم با ضریب لامدا به صورت نسبی بین خطای پیشبینی و همینطور دامنه سیگنال کنترلی یا نمو به سیگنال کنترلی اهمیت گذاری نسبی رو انجام بدیم. خب به ازای لامدا برابر 1 ما این پاسخ رو داریم، به ازای لامدا برابر 10 این پاسخ رو داریم. همونطور که مشاهده میکنید برای این سیستم در واقع به ازای لامداهای مختلف تفاوت زیادی بین پاسخ خروجی وجود نداره. برای این سیستم با توجه به دینامیک ساده سیستم در واقع سیگنال کنترلی بهینه در حالت نامقید، یعنی در حالتی که دامنه نمو به سیگنال کنترلی برای ما اهمیتی نداره، در حالت مقید هم صادق هستش، در نتیجه ضریب لامدا تأثیری بر روی خروجی سیستم نداره. اما در حالت کلی ما میتونیم تاثیر لامدا رو به این صورت در نظر بگیریم که هرچه مقدار لامدا رو بزرگتر در نظر بگیریم به این معنی است که دامنه نمو به سیگنال کنترلی نسبت به خطای پیشبینی بیشتر خواهد شد و در نتیجه انتظار داریم که دامنه سیگنال کنترلی کمتر بشه و خطای تخمین بیشتر بشه، و در صورتی که هرچه لامدا رو کوچکتر در نظر بگیریم در نتیجه اهمیت نسبی خطای تخمین در طول افق پیشبینی بیشتر از دامنه نمو به سیگنال کنترلی در طول افق کنترل داره و در نتیجه انتظار داریم که پاسخ سیستم سریعتر به مقدار رفرنس برسه و از طرف دیگه دامنه سیگنال کنترلی بیشتر خواهد شد. برای تنظیم دقیق‌تر پارامترهای کنترل پیشبینی مدل یعنی افق کنترل، افق پیشبینی و همینطور لامدا در مراجع مختلف الگوریتم های مختلفی برای پلنت های مختلف ارائه شده که در اینجا میتونیم به یک نمونه از اینها اشاره بکنیم. خب قبل از اینکه فرمول های بسته برای پارامترهای کنترل پیشبینی مدل رو ارائه بدیم ما میتونیم تاثیر ضریب ورودی هم بررسی کنیم که در حالت کلی این پارامترها یعنی R و Q
تاثیرگذارترین پارامترها در پایداری، عملکرد و مقاومت سیستم در برابر اغتشاش‌ها هستند. و همینطور ماتریس‌های وزنی میتونه برای مقیاس کردن خطای پیشبینی و تغییرات سیگنال‌های کنترلی، جلوگیری از بدخیمی در محاسبه سیگنال کنترلی، محدود کردن سیگنال کنترلی نقش داره. به طوری که ما در الگوریتم DMC دیدیم، چون ما با نمود سیگنال کنترلی سر کار داشتیم، خود به خود یک انتگرالگی به سیستم اضافه کرده بودیم که باعث شد که خطای حالت ماندگار به سیگنال‌های پله مانند صفر بشه. اما در الگوریتم MAC با توجه به اینکه ما با خود سیگنال کنترلی سر کار داشتیم، ما خطای حالت ماندگار داشتیم که نیاز بود که پارامترهای کنترل پیشبین الگوریتم MAC به صورت دقیق‌تر انتخاب بشه و خطای پیشبینی با دامنه تغییرات سیگنال کنترلی در واقع به صورت مقیاس بندی بشه، که این مقیاس بندی توسط ماتریس‌های وزنی انجام میشه. و همینطور ما کنترل بهینه رو به این صورت به دست آوردیم در حالت کلی جی ترانسپوز جی به علاوه آر اینورس در جی ترانسپوز دبلیو منهای اف، که این وقتی وجود داره که ماتریس جی ترانسپوز جی به علاوه آر معکوس پذیر باشه، که با توجه به اینکه جی ترانسپوز جی وابسته به دینامیک سیستم هست، پارامترهای اون دست ما نیست، اما ماتریس آر دست ما هست که با انتخاب مناسب اون ما میتونیم از بدخیمی یا حالتی که معکوس پذیری جی ترانسپوز جی به علاوه آر با دشواری روبرو هست جلوگیری بکنیم. و همینطور با انتخاب مناسب آر ما میتونیم دامنه سیگنال کنترلی رو هم محدود بکنیم. خب در یکی از مراجع برای سیستم با تاب تبدیل KE به تان منهای تاو S تقسیم بر تتای S تقسیم بر تاو S برای یک پارامترهای کنترل پیشبینی مدل رو به صورت فرم بسته ارائه داده. فرض کنید که ما تاب هزینه رو به این صورت در نظر بگیریم که حد پایین و حد بالای افق پیشبینی رو با N1 و N2 نشون میدیم و افق کنترل رو با NU و همینطور ضریب ورودی رو که اهمیت نسبی در واقع لاندار یک اسکالر هستش که نشون میده که دامنه نمو سیگنال کنترلی در طول افق کنترل یکسان هستش و همینطور با توجه به اینکه کیو هم برابر یک در نظر گرفتیم، پس دامنه خطای تخمین در طول افق پیشبینی هم ثابت در نظر گرفتیم. پس با این تفسیر ما میتونیم لامدا رو به صورت یک مقیاس برای اهمیت گذاری نسبی بین خطای تخمین و دامنه نمو سیگنال کنترلی در نظر بگیریم. خب به این صورت ما میتونیم پارامترهای مناسب رو برای کنترل پیشبینی مدل به دست بیاریم. خب N1 یعنی حد پایین افق پیشبینی برابر اینتیجر یا قسمت صحیح نسبت تتاب TS علاوه 1 هست، در واقع گیر شده به سمت بالای نسبت تتا تقسیم بر TS هست که تتا تأخیر سیستم هست و TS هم زمان نمونه برداری. N2 یا حد بالای افق پیشبینی برابر 5 تا تقسیم بر TS علاوه N1 هست و برای NU در واقع مقدار به صورت کامپکت و حل بسته مقدار فرمولی ارائه نشده و به صورت تجربی مقداری بین 2 تا 6 ارائه شده و همینطور لاندا رو هم میتونیم به این صورت در نظر بگیریم، یعنی لاندا مساوی است با FK به توان 2 که F برابر M 500 3.5 ضرب در تا TS برابر 2 منهای M منهای 1 تقسیم بر 2 که M از این رابطه به دست میاد 5 تا به علاوه تتا تقسیم بر TS. خب با وجود این که فرمول های بسته‌ای که در اینجا ارائه شده برای سیستم KE به توان منهای تتای S تقسیم تا S علاوه 1 هست، اما ما میتونیم برای سیستم های مرتبه بالاتر هم استفاده بکنیم به شرطی که بتونیم ما یک تقریب معقول مرتبه اول، یعنی تقریب به صورت GS برای اون سیستم به دست بیاریم که این تقریب ما میتونیم با تول باکس های شناسایی سیستم نرم افزار MATLAB به دست بیاریم و بر اساس پارامترهای K تتا و تایی که به دست میاد پارامترهای کنترل پیشبینی مدل رو به دست بیاریم. و فرض کنید که سیستم رو ما به صورت یک سیستم مرتبه اول تأخیردار تعریف کنیم. خب کی رو برابر نیم در نظر میگیریم. تا رو در واقع ما میتونیم به صورت ماژولارتر برنامه رو بنویسیم. خب کی رو برابر نیم در نظر میگیریم. تا رو برابر دو و تتا یعنی تأخیر هم برابر نیم در نظر میگیریم. در این صورت تاب تبدیل به این صورت است. K ضرب در TF تا و 1 با تأخیر تتا. خب تا
در این قسمت برنامه رو اجرا میکنیم. همطور که مشاهده میکنید سیستممون برابر نیم ای به تن من های نیم اس تقسیم بر دو اس به علاوه یک هست. خب با توجه به اینکه تا برابر دو هست پس و همینطور سیستم مرتبه اول هست پس بزرگترین فرکانس داخل پاسخ ضربه سیستم FFT پاسخ ضربه طبیعتاً برابر دو خواهد بود و TS رو ما اینجا میتونیم برابر دو دهم در نظر بگیریم که میتونیم یک احتیاط هم انجام بدیم TS رو برابر یک دهم در نظر بگیریم. خب N1 برابر فلور تتا تقسیم بر TS به علاوه یک است. N2 برابر فلور 5 ضرب در تاو تقسیم بر TS و توجه به این که خب N1 و N2 باید مقادیر صحیحی باشن پس 5 تاو تقسیم بر TS ما باید قسمت صحیحش رو در نظر بگیریم. با دستور فلور قسمت صحیح رو جدا میکنیم به علاوه N1. خب برای M یعنی افق کنترل مقادیر بین 2 تا 6 در نظر گرفته شده که ما وسط این بازه رو یعنی 4 رو در نظر میگیریم. خب سیستم پیوسته هست که ما نیاز داریم گسستش بکنیم که این قسمت رو دوباره به برنامه برمیگرد. یعنی از حالت کامند خارج میکنیم. خب سیستم دیسکریت به این صورت است. پس yi برابر ممیز 95.12 yi منهای 1 به علاوه ممیز 0.24.39 یو آی منهای 6 است. در واقع صورت مخرج باید ضرب در 1 زده به تان منهای 1 هم بکنیم که این فرمول براش صادق باشه. خب با توجه به اینکه برای آی کوچکتر مساوی با 6 این اندیس تعریف نشده پس آی رو ما از 7 شروع میکنیم. حال برنامه رو اجرا میکنیم. نمودار قرمز رنگ سیگنال رفرنس و آبی رنگ هم خروجی سیستم رو نشون میده. همطور که مشاهده میکنید با توجه به اینکه تتا نیم ثانیه هست یعنی تأخیر سیستم نیم ثانیه هست و با توجه به اینکه TS رو برابر یک دهم در نظر گرفتیم پس 5 واحد ما تأخیر در خروجی سیستم باید داشته باشیم. همطور که مشاهده میکنید و از فاصله 10 تا 10.5 ما در سیستم تأخیر داریم. و به همین ترتیب ما میتونیم ضریب لامدا رو هم به دست بیاریم. خب ابتدا M رو محاسبه میکنیم که برابر 5 ضرب در تاو به علاوه تتا تقسیم بر TS هست و سپس F رو محاسبه میکنیم که برابر M تقسیم بر 500 ضرب در 3.5 ضرب در تاو تقسیم بر TS به علاوه 2 منهای M منهای 1 تقسیم بر 2 هست. پس F هم به این صورت به دست میاد و لامدای بهینه برابر F ضرب در K به توان 2 هست. خب برنامه رو اجرا میکنیم. پس به این ترتیب با تنظیم پارامترهای کنترل پیش بینی مدل بر اساس فرمول های بسته ما این پاسخ رو خواهیم داشت. بحث های بیشتر مربوط به تنظیم پارامترهای کنترل پیش بینی مدل در مقاله ای که با عنوان بررسی روش های تنظیم پارامترهای کنترل پیش بینی و راهکارهای نوین تنظیم که توسط دکتر علی خاکی صدیق و پیمان باقری نوشته شدند ارائه شده و در این مقاله کامل به هم برای سیستم های سیسو و هم برای سیستم های مایمو و برای انواع مختلفی از سیستم ها بحث تنظیم پارامترهای کنترل پیش بینی مدل ارائه شده که خوانندگان عزیز رو برای مطالعه بیشتر به این مرجع ارجاع میدم.